کلاس داریم. دل من حمیداد گفتی گواهی که باشد مرا روزی از تو جدایی. ولی هرچه خواهد رسیدن به مردم بران دل دهد هر زمانی گواهی. من این روز را داشتم چشم از این غم نبوده است با روز من روشنایی. جدایی گمان برده بودم ولی کن نه چندان که یک سو نهی آشنایی. به جرم چه راندی مرا از در خود، گناهم نبوده است جز بیگناهی. بدین زودی از من چرا سیر گشتی، نگارا بدین زود سیری چرایی. که دانست که از تو مرا دید باید، به چندان وفا این همه بیوفایی. سپردم به تو دل ندانسته بودم، بدین گونه مایل به جور و جفایی. دریغا دریغا که آگه نبودم که تو بیوفا در جفاهای کجایی. همه دشمنی از تو دیدم ولی کن نگویم که تو دوستی را نشایی. نگارا من از آزمایش بهایم، مرا باش تا بیش از این آزمایی. مرا خار داری و بی‌قدر خواهی، نگر تا بدین خوب که هستی نپایی. تفسیرش بمونه برای جلسه بعد. همش حرف حرف حرف. مسابقه حافظ و مولوی با گوته و شکسپیر. حرفای خوب، حرفای قشنگ به درد نخور. بفرمایید. میخواستم بگم این شعر فرخی که خوندی خیلی قشنگ بود. خب میخوام بدونم این سرپ روی کی اثر گذاشته. خب سادگی شعر فرخی روی شعره فرخی خیلی محسن که الان یادم میدم که نظرش نمونه کاملتر تنظره فرخی. یعنی تأثیر سبک خراسانی روی سبک عراقی. ولی خوب نخوندینش. بله توی این شعر سوز احساسی هست که اصلا تو صدای شما نبود. همین که تو شعر هست کافی نیست؟ ولی خوب خوندنش خیلی تأثیر داره. تا شنوندش کی باشه؟ اگه کسی هم بخواد بشنوه با این همه سر و صدا. سر و صدا که مال شما هست؟ نه اگه خوب میخوندین همه ساکت میشدن. اون وقت اونایی که میخواستن بشنوه سر حال میمدن. دیگه از من گذشته که با شعر خوندنم کسی سر حال بیاد. پس تکلیف شعر چی میشه؟ بهتره هر کس شعر خودشو بخونه. یعنی چی؟ یعنی این حرفا رو فراموش کنی. بذاری منم به کارم برسم. من از مردم همین شهرم. همه آدم های این شهرم دوست دارم، چون تقریبا هیچ کدومشون رو نمیشناسم. از آدمای بزرگ مجسمه ساختیم و دورش نرده کشیدیم. اگه کسی حرف این مجسمه ها رو باور کنه، باید بین خودش و مردم نرده بکشه. من این حرفا رو باور کردم. اصلا باور کردنی هست؟ توانا بود هر که دانا بود. واقعا؟ من با اینا غریبم. با مجسمه آدم ها، با آدم های مجسمه. اینجا نمیشه به کسی نزدیک شد. آدم ها از دور دوست داشتنی ترن. اینجا لازم نداریم. شاید میترسم. شاید خیالاتی همون میترسم با پیدا کردن دوست مجبور بشم از خیال بافی دست بردارم. اما اگه دو نفر به قیمت دوستی مجبور بشن تا آخر عمر به هم دروغ بگن، بهتره تنهایی بشینن و به چیزایی فکر کنن که دوست دارن. اینجا ساختمونا بیشتر از آدم ها حرف میزنن. یا لااقل من حرفاشون رو راحت‌تر میشنوم. یکی میگه قراره منو بکوبن و دوباره بسازن. یکی دیگه از طبقه‌های تازه‌ش میگه. این یکی دوست قدیمی منه. با تک تک آجاراش حرف میزنم و فکر میکنم اونم به هیچ ساختمونی به اندازه من نزدیک نیست.
شعرهای قدیمی رو تو گوش ساختمونای قدیمی زمزمه میکنم، چون به نظرم با این حرفا جورترن. روزا پیاده روی فایده نداره، صدا و نور و شلوغی مزاحم خیال بافی آدمه. باید صبر کرد تا شب بشه. یکی از معدود چیزهایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که چند دقیقه تحملش کنم و تحملم کنه. سلام. سلام. میخواستی نهی دیگه؟ سفارشامو جور نکرده باشه دیگه نمیاد. میدونم اینجا نمیای ریخت ما رو ببینی که. سفارش های استاد حاضره؟ رومیز آقا فقط یکیش مون واسه یکی دو روز دیگه. خیالت راحت باشه، چاپ اول به اون تمیزی گیرت نمیاد. یکی مهرم داره، این همه سال نگه داشته، حالا بفروشه. نه، صاحبش مرده، بچه‌هاش دارن وسیله‌هاشو حراج میکنن. حیف. واسه تو که بد نشد، کلکسیونت تکمیل میشه. بذارم به حساب؟ نه، بدهیم بیشتر نشه بهتره. اونی که پیدا نکردی؟ آقا اون یکی کتابه پیدا نشد؟ همونی که گفتم نداشت آقا، تا پس فردا غروب حتما پیداش میکنن. من فردا شب یه سری میام اینجا. در حساب که نیستم؟ نه، حسابت بد نیست، فکرت هم خوبه. کتاب خونت که نایابه. افسوس، اخلاق چرکی. اونم تو حراج بعدی بگرد یه دونه تر تمیزشو برام پیدا کن. خداحافظ. به سلامت. روشنی زیادم چیز جالبی نیست. آدم همه چیزو میبینه و همه اونو میبینن. توی تاریکی آدم میتونه خیال کنه که چیزی، جایی، کسی منتظرشه. اما توی روشنایی اصلا خبری نیست. معلومه که خبری نیست. سلام علیکم. علی. کجا میری؟ هیچ جا. قدم میزنم. کیفتو باز کن. کتاب شعره؟ یکی شعره. کارت شناسی؟ ببخشید شما چی درس میدیم؟ ادبیات. آقا من یه سوال دارم، حوصله دارین جواب بدین؟ بفرمایید. به نظر شما منظور شاعرها چی بوده که این همه شراب و جام و می و اینا ریختن تو شعراشون؟ حالا نمیشد یه مسئله دیگه ای بزنن که مردم به اشتباه نیفتن؟ والا به نظرم دلیلش این بوده که شبا میشستن یه گوشه فکر میکردن و شعر میگفتن. اگه شبا عوض فکر کردن راه میافتادن تو کوچه قدم میزدن، عوض این کلام هم از سرشون میافتاد. Thank you.
بالاخره اومدی؟ ببخشید آقا، مجبور شدم شما رو صدا کنم. نترسیدی از چاله بیفتی توی چاه؟ نه، از دور یه نگاهی انداختم، به قیافتون نمیومد مزاحم میشه. به قیافه شما میاد این وقت شب سر خیابون وایسین؟ نه، به قیافه هم نمیاد، ولی من واقعا منتظر کسی بودم. شکی نیست، اما این ماشینه مدل بالا نمیذارن آدم زیاد منتظر کسی بمونه. من بعد چند دقیقه دیگه اینجا منتظر بمونم. ممنون از کمکتون. نه، دلم میخواد بمونم. بعدم نمیاد بدونم ماشین طرف شما چه مدلیه. به هر حال اگه وایستدن من ناراحتتون میکنه میتونم برم. هر جور میل شماست. قیافه شما هم نمیمد این وقت شب دنبال کسی بگردیم. دنبال کسی نمیگشتم. یعنی منتظر کسی نبودین؟ نه، باز خوش بال شما که منتظر یکی هستین. شما چی کاره این؟ ادبیات درس میدم. پس معلمی؟ معلم دانشجو. پس باید حسابی حال شعر و قصه باشین. شما هم هستین؟ زیاد. از وقتی مدرسه میرفتم کتاب میخوندم، ولی تو این یکی دو ساله خیلی جدیتر شدم. ساعت چنده؟ شما که خودتون ساعت دارین. گفتم شاید عقب مونده باشه. از 11 گذشته، نه؟ 11:30. نایمد. کی نایمد؟ به کی میشه گفت؟ منتظر کسی هستی؟ به شما اعتماد کنم. تا چه موضوعی باشه؟ نمیدونم بابت سواد شماست یا حس خودم، ولی دلم میخواد بهتون اعتماد کنم. دلم میخواد باهاتون رو راست باشم و حرفمو بزنم، فقط به یه شرط. چه شرطی؟ بدون عشق. چه عشقی؟ من حتی اسم شما رو هم نمیدونم.
منظورم آینده است نه الان. مطمئنم که شما میتونید بهم کمک کنید. ولی دلم میخواد بهم قول بدین تا حس نکنم بهتون لطمه ای میزنم. تو این وضعیت شما تنها کسی هستید که باهاش خیلی راحتم. باشه، قول میدم. راستش منم خیلی وقت با کسی حرف نزدم. شما چرا تنهایید؟ هیچوقت فکر نکردین که میشه از تنهایی در اومد؟ شما اگه منتظر کسی نبودید سوار و ماشین میشدید که از تنهایی در بیاین؟ نه، میگشتم دنبال آدم که مثل خودم باشه. من نمیگردم، چون از خودم هم خوشم نمیاد. آدم عجیبی هستیم. شما هم همینطور. به خودتون زحمت ندین، با این وضع نمیشه جایی رفت. باید قبلا فکرش رو میکردین. اگه اومده بود لازم نبود فکر چیزی باشم. کسی رو دارین که پیشش بمونین؟ چند نفری هستن ولی نمیخوام پیششون برم. واقعا میخواین بهتون کمک کنم؟ بله، حس میکنم شما میفهمین من چی میگم. پس لطف کنین راستشو بگین. ببخشید که اینقدر رو که حرف میزنم. من به کسی اعتماد ندارم، ولی اگه اعتماد کنم حتما بهش کمک میکنم. پس چطور وایسارینو نرفتیم؟ نمیدونم، شاید غافلگیر شدم. شایدم بعد از این همه وقت فکر کردم بشه با کسی حرف زد و پشیمون نشد. مشکل شما چیه؟ من اونجا منتظر بهترین آدمی بودم که تو زندگیم دیدم. اما نیمد؟ نه، ولی قرارمون چهار شبه. امشب شب اول بود. خیلی وقت میشناسیدش؟ دو سالی میشه. سال دوم دانشکده بود که دیدمش. قرار گذاشتیم یه سال بعد همجایی که جدا شدیم همدیگر رو ببینیم. چی شد که جدا شدیم؟ جدا نشدیم، جدا میکردن. تو این مدت باهاتون تماس نگرفت؟ جایی نبود که بتونه تماس بگیره. به منم گفت تو این یه سال تماس نگیرم بهتر. چرا؟ فکر میکنین بیاد؟ گفت قرارمون بین ساعت 10 تا 11. میدونین چرا؟ نه. میگفت دو تا آدم کنار هم مثل 11 میمونه. یه آدم هم مثل 11 میمونه، به شرطی که فقط به پاهاش نگاه کنی. شما چه حرف امیدوار کننده ندارین که بزنیم؟ چرا؟ فکر نمی کنی الان دارم پدر مادرتون در به در دنبالتون؟ نه، خیلی وقت موندن. من با مادر بزرگم زندگی میکنم. اونا فکر میکنه من اومدم تهران دیدن دوستم. دفعه اولی که همچین اجازه‌ای بهم داده. ولی من هیچ دوستی ندارم که پیشش بمونم. اگه پیداش نشد چی؟ بینش اصلا فکر نکرده بودم. قبلنم انتظار کشیده بودم. ولی یه ساعت امشب هزار سال گذشت.
یعنی عشق انقدر سخته؟ آره، ولی سختیش هم خوبه. شما اصلا هیچ وقت؟ نه، اصلا هیچ وقت. آخه چطور؟ بالاخره تو دوره دانشجویی، بعدش هم تدریس، آدم با خیلی برخورد میکنه. بله خیلی، شاید گیر کارم همین باشه. به نظرم شما دشمن خودتون باشه، وگرنه آدم اینقدر زندگی به خودش سخت نمیگیره. اون قاب چرا خالیه؟ هنوز عکس مناسبش پیدا نشده. پیدا کمک کنیم پیداش کنم. ممکنه به خاطر من تو درد سر افتاده باشه. یه نشونه هایی ازش دارم، ولی تو این شهر نمیدونم چیکار باید کرد. میخوام روزا دنبالش بگردم و شبا منتظرش باشم. قول میدم زیاد مزاحم شما نشم. باشه، هر کاری که بتونم میکنم. راست شب خواهی بسه منم بد نیست، لااقل از این تنهایی و بیخاصیتی در میام. از این گذشته یه خورم از عاشقا چیز یاد میگیرم. فردا چی کار کنیم؟ منظورت امروزه اولی چند ساعتی بخواب، بعدش اگه زنده مودیم یه فکری میکنیم. اشکالی داره من اینجا بخوابم؟ آدم حس میکنه همه نویسنده ها موازه بشن. قبل از اینکه شما رو ببینم فکر میکردم خودم آدم خیال بافیه. این در از تو قفل میشه، اگه کاری داشتیم به من بگی. نه، اینجا همه چی هست. شب بخیر. صبح بخیر. بله. دیدین هر دومون زنده موندیم؟ ببخشید اگه بیدارتون کردم. نه، کار خوبی کردید. شما صابونی خوردین؟ خیلی وقت. عجب گنجی اینجا داری. من از بچگی دو تا رفیق بیشتر نداشتم. اگه میخواستم بشنوم کتاب میخوندم، اگه میخواستم حرف بزنم مادرم بود. دیگه نیست؟ چرا، بعضی وقتا میاد، ولی دیگه حرفای منو نمیشنوه. حرفی هم نمیزنه که من بشنوم. فکر نمی کنید اگه شما خوشبخت بشید اون راضی تره؟ خوشبختی که زورکی نمیشه. نه، زورکی نیست. شما آدم موفقی هستید، چیزای زیادی میدونید. دعا
دونستن خوشبختی نمیاره. راحتی که میاره. آدمی که میدونه خیالش راحت تره. شاید همین دونستن عذابش بده. مهم نیست. اگه دنیا شعوذ بشه به عذابش میارزه. دو سه سال پیش منم معنی این عذاب رو نمیفهمیدم. شاید هم از دیدن کتابای شما کیف نمیکرد. خیلی خوبه که یه نفر چش آدم رو باز کنه. باورم شد که شما آدم خیال بافی هستین. چرا خیال باف؟ همون آدمی که میگین دنیاتون عوض کرده دیشب شما رو تو خیابون گفتم که قرار ما چهار شبه. ببخشید بد حرف زدم. شاید هم حق با شما بود. ولی حرف خوب همیشه آدم خوب نمیزنن. شما که خودتون بهترین حرفا رو درس میدین مطمئنین همه این آدم ها این حرفاشون بودن. شاید به خودتون بگین که من خیال بافم یا علکی خوشم یا پر روهم. ولی فکر کنم ته دلتون منظور منو خوب بفهمین. من یه آدرس پستی دارم و چند تا شماره تلفن. اینقدر بهش اعتماد داشتم که بیشتر از این ازش نشونی نخواستم. ببخشید ازتون اجازه نگرفتم. بعد بهتون میگفتم. ولی من مهم نیست. بعضی وقتا چیزایی که به فکر آدم میاد بهتر جلو چشمشم باشه. شما امروز کلاس دارین؟ نه. فردا کلاس دارم. ولی شاید فردا نرفتم. حالا نامه نوشتن دارین؟ بالاخره چی شد؟ شما یه دقیقه اجازه بدین. من که ده دقیقه اول ساکت بودم. میدونم ببخشید. ولی باید یه چیزی بگم که قابل نوشتن باشه. آدم با کسی که دوست داره باید راحت‌تر از این حرفا باشه. بله. ولی من هیچ وقت اینو بهش نگفتم. بهش گفتم که منتظرش میمونم. اما نگفتم که دوستش دارم. چرا؟ نمیدونم. برام سخت بود که هرچی تو دلم میگذره بهش بگم. راستش ترسیدم اگه بگم همه چی خراب بشه. اما اون گفت. بله؟ بله. خیلی زیاد. پس نمیخواین حرف دلتون رو براش بنویسیم؟ چرا؟ ولی همشو نه. هم میخوام بفهمی که موضوع برام مهمه. هم فکر نکنه حالا چه خبره. مخصوصا اینکه شب اولم نیومده. تو یه سال خیلی چیزا ممکنه عوض بشه. والا من تو این زمینه خیلی صاحب نظر نیستم. چون خیلی سال برای من چیزی عوض نشده. نمیدونم چی بگم. اصلا مغزم کار نمیکنه. میخوام ازتون یه چیزی بخوام. میدونم واسه شما کاری نداره. ولی برای من سخت. اگه واقعا یه نفر رو دوست داشته باشین و بخواین حرف دلتون رو بهش بزنین چی براش می‌نویسین؟ نمیدونم. چون تا حالا هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. شما وضع منو میدونین. خودتون رو جای من بذارین. ببین من میتونم آسمون نیست. ولی خواهش میکنم قبول کن. از جان عزیزترم، در شهریم که با تو برایم غریب نیست، اما دیشب را بی تو در غربت گذرانده‌ام. سهم من از عشق گوشه سرد و تاریکی از این دنیاست که با یاد تو گرم و روشن مانده است. کاری کن که باور کنم انتظار خود عشق است. آشکارا نهان کنم تا چند، دوست می‌دارمت به بانگ بلند. چطوره؟ اونقدر خوبه که فکر کنم بفهمی من ننوشتمش. خیلی شانس آوردم با شما آشنا شدم. به نظرم خدا شما رو برای من فرستاده. بعید نیست برعکسش هم درست باشه. چون خدا عادت داره چند تا کار رو با هم بکنه.
مثلا بعد از این همه سال منو مجبور کنه احساساتی بشم و نامه عاشقانه بنویسم. ولی از حق نباید گذشت. احساساتی شدن کار سختیه. ولی به زحمتش میارزید. بله. ولی یه لحظه فکر کردم 18 سالمه. کی پستش میکنی؟ اگه بخواین همین الان. با سریع ترین پست ممکن. اون شعری که آخر نامه نوشته بودین مال کی بود؟ سعدی. اه؟ سعدی از این شعرام داره؟ بهترین کارش در واقع همین غزلاشه. من زیاد با ادبیات قدیم آشنا نیستم. از سعدی هم همون چیزایی یادم که توی مدرسه خوندیم. از کسی که بوستان و گلستان رو گفته این شعرهای خورد عجیب نیست؟ اصلا بشر همه کاراش عجیبه. مثلا به خاطر یه نفر خطر میکنه، نصف شب توی شهر غریب سر خیابون وای میسته، ولی حاضر نیست به همون آدم بگه دوستش داره. عجیب تر این که یه نفر افتاد ادبیات باشه، کلی هم شعر عاشقانه بلد باشه، ولی خودش عاشق کسی نشده باشه. بالاخره هر کسی عیبی داره دیگه. از سعدی شعر دیگه یادتون هست؟ خیلی. یکیشو میخونین؟ بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو، بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو. شب از فراق تو می نالم ای پری رخسار، چو روز گردد گویی در آتشم بی تو. دمی تو شربت وصلم نداده ای جانا، همیشه زهر فراقت همی چشم بی تو. اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا، دو پایم از دو جهان نیز درکشم بی تو. پیام دادم و گفتم بیا خوشم میدار، جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو. آشپزخونه‌تون هم مثل کتابخونه به هم ریخته بود. زیاد بهشون نمیرسم. باقش هفته یه دفعه. اون گرد و خاکی که من دیدم سابقش بیشتر از این حرف هاست. متفکرها تنبل هم نامولن. چه خبر؟ به صاحبه یه همچین دستباختی جز خبر خوب نباید داد. خبرت به بعدی دستباخت من باشه دیگه واویلا. نه بد نیست. نمیشه راستشو به تو گفت. رفتم اون آدرسی که داده بودی. کسی رو که تو دوست داری هیچ کس نمیشناسه. آدرس عجیب غریبی بود. از تمام نشونیایی که داده بودی رفته. کلی گشتم تا پیداش کنم. اگه گفتن واقعیت خوشبختی و جوونی و امیدتو نابود میکنه، چه بهتر که دروغ بشنوی. البته بعضیا نمیشناختنش. ولی اونایی که میشناختنش کلی ازش تعریف کردن. خلاصه این دوست شما کلی آدم سرشناسیه. براش پیغام گذاشتم که یکی منتظرشه. پس از قرار امشب باید منتظرش باشیم. شاید. اینجور که شما گفتین شاید نه. حتما. اگه حتما گفتن من راحتت میکنه. حتما. میدونی از چی خوشحالم؟ از اینکه وقت قرارتون داره میرسه؟ اون که به جای خود. از اینکه اصلا از کار من تعجب نمیکنی. البته من خیلی وقت دیگه از چیزی تعجب نمیکنم. به نظرم همه چی عادیه. حتی وضع من به نظر شما عادیه؟ نه. ولی اگه تکرار بشه و یه آدم هر شب بره یه جا وایسه. قرار نیست هر شب باشه. امشب میاد. این سربالای پدر آدمو در میاره. دیشب از این خیابون نیومده بودین؟ نه. دیشب مسیرم سر راست بود. میخواییم برگردیم از خیابون بغلی بریم؟ حالا دیگه. باز خوب آدم مطمئنه یکی منتظرش هست. وگرنه به چه عشق این سربالی رو میره بالا؟ وقتی هم مطمئنی کسی منتظرت نیست راحت میری بالا. پس به نظر شما من چرا سخت میرم بالا؟ برای اینکه مطمئن نیستی. مردد. صبر کن. جلوتر نرو. ما رو نمیبینن. بذار اچه. اومدیم و دیدن. مسئله ای نیست. برای من هست. مثل اینکه یادتون رفته.
چرا وایسادی؟ ترسیدیم؟ نه. سردت نیست؟ نه خیلی هم سرد نیست. راستشو بگم؟ دروغ بهتون نمیاد. منتظر نمیمونم. نشد. اگه قرار بود منتظر بمونین چیکار میکردی؟ با خودم حرف میزدم یا شعر میخوندم که وقت بگذره. چه شعری؟ نمیدونم. شما که منتظرین باید بدونین. یه چیزی بخونین که منتظر بودن یادتون بره. آنها کجایند که می آمدند و می رفتند؟ افسانه خیابان می شدند، خانه ها را برمی افروختند، خاک را متبرک می کردند. راه درازی انگار طی شده است. این قصه کودکان بسیاری را شاید به خواب برده باشد. من بوی خاک را می شنوم که در پی گرمای ماست. قصه همیشه از دل شب آغاز می شده است. حالا تو بخون. به من گفت بیا، به من گفت بمان، به من گفت بخند، به من گفت بمیر. آمدم، ماندم، خندیدم، مردم. شده تا حالا با کسی برخورد کنین که به دلتون بشینه؟ آره، ولی به دلشون ننشستم. یعنی چی؟ یعنی قبلا یه نفر به دلشون نشسته بود. آدم نمیدونه با شما چجوری حرف بزنه. چرا؟ من که حرف عجیب غریبی نزدم. گاهی آدم دلش میخواد با یه نفر دو کلمه حرف بزنه. خب اون وقت اگه اون نخواد دو کلمه حرف اینو بشنوه چی میشه؟ خب میره سراغ یه نفر دیگه. اگه نشد؟ اونقدر میگرده تا پیدا کنه. راهای دیگه هم هست. مثلا؟ مثلا از خودش میپرسه من چرا باید یه نفر احتیاج داشته باشم که باش دو کلمه حرف بزنم؟ اصلا خودم به خودم میتونم بیشتر از دو کلمه حرف بزنم و حرفای خودم راحت تر بفهمم. اگه کسی به اینجا برسه دیگه نمیگرده، نه انتظار میکشم. غیر از اینه؟ شاید غیر از این باشه. مثلا بعضی از آدم ها چون خیلی احساساتی هن از ابرازش میترسن، برای توجیه خودشون از این حرفا میزنن. غیر از اینه؟ 11:30 شد. نگران نباش، هنوز دو شب دیگه فرصت هست. Thank you.
می‌بینی دنیا یه همچین جاییه، بازم میگی به مصیبتش می‌ارزه؟ میبینی دیگه حتی با هم حرفم نمیزنه. چرا با شما زندگی نمیکنه؟ نمیدونم، شاید اونم دلش میخواد تنها باشه. خوابم نبرد. خیلی وقت بوده دیم. آره بکنم. چایی هم که گذاشتی میخوری بریزم؟ آره گریم گرفت بزن یادم رفت. بهتری؟ بهتر شدم. به نظرت من اشتباه نکردم؟ نصف قرارت مونده، به همین زودی جا زدیم؟ نه جا نزدم، اولش فکر کردم نکنه اتفاقی براش افتاده، بعد گفتم شاید خبر بده، ولی حالا فکر میکنم ایراد از منه. گدایی همه جورش بده.
گدایی عشقی از همش بدتر. وقتی فکر میکنم میبینم به همه چی پشت باز زدم و زندگی میگذاشتم سر یه قراری که تو میگی من سبک شدم. خب عشق آدم رو سبک میکنه ولی سبک نمیکنه. نمیفهمم چی میگی. عشق باعث شده که تو بابت یک کلمه حرف یه سال صبر کنی و وقتش که شد به همه چی پشت پا بزنی و بیای اینجا. فقط آدمی که عشق سبکش کرده باشه میتونه همچین کاری بکنه. ولی وقتی میگی سبک شدی منظورت اینه که خودتو پایین آوردی. اگه اون هیچ وقت نیاد عشقش کاری کرده که تو پر در بیاری و کارایی بکنی که تا حالا هیچ وقت فکرش هم نکردی. اگه منظورت از سبک شدن بالا رفتنه سبک شدیم. ولی اگه منظورت از سبک شدن کوچیک شدنه عاشق هرچی کوچیکتر بشه بالاتر میره. فکر نمی کنی همین حرف تو ادبیات قشنگه؟ زندگی با ادبیات فرق داره. همه این حرف ها بسه اینه که زندگی خود شبیه ادبیات بشه. آدم دو تا حرف میزنه سبک میشه. سبک اون منو که خودت گفتی. میدونی از چی خوشم میاد؟ از چی؟ از اینکه خیلی باد راحتم. فکر کن اگه کسی دیگه ای بود یه جوری اذیت میکرد یا اصلا قابل اعتماد نبود. ولی تو با بقیه فرق داری. این عادت شب گردیدن واسه من یکی بد نشد. خدا هم تا لحظش بدی ندیدم. واقعا خوش بالش. خوش باله کی؟ البته اگه پیداش بشه دیگه بعید شب و تنهایی بری قدم بزنی. فکر کردم چی میخوای بگی. تو مطمئنی تا حالا عاشق کسی نشدی؟ اینجور که تو میپرسی خودم هم کم کم دارم مشکوک میشم. ولی بذار بهت بگم من آدمیم خیالاتی. سال به سالم خیالاتی تر شدم. هیچ وقت دوست زیادی نداشتم. راستش هیچ احتیاجی هم نکردم. شاید فقط یه دوست قدیمی دارم که اونم این اواخر کم میبینمش. دیشب باش قرار داشتم. بابت اومدنه با تو قالش گذاشتم. چی کار هست؟ کتاب فروش. بازم کتاب. فکر کنم اگه بخوای کسی رو دوست داشته باشی اول باید از سنگر کتابات بیای بیرون تا بتونی طرفتو درست ببینی. به حال هر کی با تو باشه واقعا آدم خوشبختیه. از کجا معلوم؟ فهمیدنش با زناست. اونا ممکنه هیچ وقت راستشو بهت نگن ولی ته دلشون راحت میفهمن کی داره چجوری نگاهشون میکنه. باور نمیکنی؟ داره باورم میشه. میخوای بیشتر باور کنی به من نگاه کن. من میدونم تو آدم بهتری هستی ولی دلم پیشونه. واسه همینه که اگه اون آدم بر نگرده چیزی از عشقش پیش من نمیمونه. ولی منو تو اگران از هم جداشی محبت و احتراممون سر جاشه. میبینی؟ من هم مثل تو خیالتیم. اگه دلم بخواد برگرده فقط یه دلیل داره. چی؟ اینکه از دوست داشتن پشیمون نشیم. نه به این زودی جا نمیزنم. هنوز دو شب دیگه مونده. خیلی دلم میخواد بفهمم تو با کسی که دوست داری چجوری رفتار میکنی. باز داری خیال بافی میکنی؟ نه جدی میگم. میخوام بدونم. اگه واقعا میخوای بدونی چالش آسونه. فردا از صبح من بیا تا بفهمی. تو فکر کن با کسی هستی که دوست داری. من هم فکر میکنم نمیگه از همه خیالت همی شکلیه. قرارمون که یادت نرفته؟ نه یادم نرفته. بدون عشق خوشحالم. همونقدر خوشحال که یه آدم علیکی خوش. یا آدمی که خبر خوشی داره اما کسی رو نداره که بهش خبر بده.
همه چیزو درباره من میدونیم، ولی من هیچی از تو نمیدونم. چی میخوای بدونیم؟ دارو نداره من همه خونه بی وسیل است که دیدیم. رست خونه رو از حق و تدریس دانشکده کم کنه، چیز ازش نمیمونه. لابد بیشتر پولت هم میره پای کتاب. تو که میدونی دیگه، چرا میپرسیم؟ یعنی هیچ رازی نیست، چیزی که بهش دل بسته باشی، جایی که دلت بخواد بری، البته غیر از کتاب باشی. چرا؟ حوصله داری بریم سینما؟ بعدم نمیاد، خیلی وقت سینما نرفتم. من دلم میخواد فیلم خوب ببینم، اما نه فیلم خوب پیدا میشه، نه سینمای خوب. منظورت چیه؟ راز نگهدار هستی؟ نباشم هم اینجا کسی رو نمیشناسم رازتو براش فاش کنم. خوب اینجا رو نگاه کن. اینجا کجاست؟ این همون سینمایی که من خیلی دوستش دارم. شوخی میکنی؟ نه، بهترین فیلم های عمرم رو تو این دوتا سینما دیدم، ازشون کلی خاطره دارم. چی شد؟ سوخت جفت سینما ها با هم جزغاله شده. وقتی داشت میسوخت من اینجا بودم. انگار آدمی که یه عمر باهاش بودی یهو پر بزنه و بره و پشت سرش هم نگاه نکنه. فکر میکنی کسی فیلم های این سینما یادش بمونه؟ بلش کن، منو بگو تو رو اردم اینجا خرابه نشونت میدم. چه فیلمی دوست داری ببینی؟ شاید یه روزی وقتی این داستان رو برای باران دختر رضا تعریف کنن خندش بگیره، که اگه اصرار مادر جون نبود اون هیچ وقت پا به این دنیا نمیذاشت. به نظر توی زندگی واقعی کسی حاضر میشه تا این حد فداکاری کنه؟ شاید هم همچین کسی پیدا شد. من که خودم حاضر نیستم. راستش من عادت دارم خودم بذارم جای آدم اصلیفی. اگه من بودم اینقدر تحمل نمی کردم. شاید ایراد سینما همین باشه که یه جای خیال بافی آدم رو کم میکنه. وقتی یه قصه میخونی هر جور که دلت میخواد میبینیش، ولی توی سینما همون چیزی که نشونت میدم باید باور کنی. تو این زمینه من از تو خیال بافترم. مثلا وقتی قهرمان فیلم با دختر عروسی میکنه، من جای دختر تا مرحله دعوا و جدایشون هم میرم. به نظرت مسخره است؟ نه، در واقع هر کسی داره تو خیال خودش با زندگی هم همین کارو میکنه. اینم یه راز دیگه، دارم رازهای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه. تو این همون شهری نیست که من میشناسم. جاهایی میرم که هیچ وقت نرفتم. از رازهای حرف میزنم که هیچ وقت با کسی نگفتم. با تو جاهایی رو میشناسم که پیشتر نمیشناختم. و جاهایی رو که میشناختم بهتر. اولین کتاب شعری که خوندی یادته؟ آره. هنوز مدرسه ابتدایی میرفتم که یه روز یواشکی رفتم سر وقت کتابای پدرم. اسمش چی بود؟ میاد در لجن. چه اسم عجیبی. شعرش هم همینطور عجیب بود. بعدن که دوباره خوندمش خیلی هم به نظرم عجیب نیومد، ولی اسم فوق‌العاده‌ای داره. پروانه مسین آیینه‌وار بر پا نشسته بود در پهنه لجن و هر دو روی آن خط بود.
خطی به سوی پوچ، خطی به مرز هیچ. از هم گریختیم، بر خط سرنوشت خونا بریختیم. قدیمی ها رو جمع کردیم؟ نه، اون پشته روی میز. اگه میخوایی نگاهی بکنی اون پشته، همون پشت. پیداش کردیم؟ چی رو؟ دیشب قرار بود بیام، یادت رفت؟ نه یادم نرفته، همین پرده بیا بگیرش. فکر کنم تو باید بیای سراغ من. چطور؟ ببینیم یا چطوره. این یکی که عالیه، واسه مبتدی ها عالیه یا واسه استادا؟ تذکرة الاولیا واسه همه عالیه. گوش کن، به صحرا شدم عشق باریده بود و زمین تر شده. صحرا چندان که پای مرد به گلزار فرو شود، پای من به عشق فرو شد. چندان که پای مرد به گلزار فرو شود، پای من به عشق. خیلی که گرون حساب نمی کنید. من هیچ وقت با گرون فروش رفاقت نمی کنم. نه، جدا از قیمت ما با آشنا امانت هم میدیم. اون بر خیابون یه تلفن هست، بذار دوباره زنگ بزنم ببینم خبری میشه یا نه. اینجا که تلفن هست؟ اونجا راحت ترن، شاید خودش باشه. اینجور نهیده بودم ات واسه نیک، تا حالا اینجوری نبودم. کجا باش آشنا شدی؟ تو خیابون پیداش کردم. مسخره. همین دیگه، راستش هم که به یک کسی باور نمی کنه. فردا کجا باید بیام؟ گروه بخونه، میخوام کتابام رد کنم. مجبور نیستی همش رد کنی، میتونی؟ نه دلم میخواد اون اتاقو خلوت کنم. واسه آدمی مثل من شاید خیلی پیش نره تا بتونه از وسط خیالاتش بزنه بیرون. از این گذشته فقط عشق نیست، پولم لازمه، پولت نقد باشه. خیالت راحت، مشتری دست به رخت کتاب باز میارم برد. باید اون خونه رو تعمیر کنم. میخوای خودتو محک بزنی؟ شاید، ببینم میتونم یا نه، یا همه چی یا هیچی. قرن 19 نیستا. تو نگران تقویم نباش، با این همه خوشی هنوزم تلخی. شاید مالین این که بهش عادت ندارم. ببخشید، من کارم تموم شد. میتونم کتابا رو بردارم اگه ممکنه؟ فعلا امانت میذارم به حساب من.
از این شماره هم رفته. گفتن مدتی موقت اینجا بوده. خیلی وقت ازش خبر ندارم. چرا زندگی اینجوریه؟ زندگی اینجوریه چون آدم ها اینجوریه. زندگی با آدم ها معنی پیدا میکنه. نگران نباش، چند ساعت دیگه میبینیش. از کجا هم مطمئنی؟ خودش بهت گفت؟ اصلا فکر کن داری با ما قدم میزنی. نمیشه اینجوری فکر کرد. چرا؟ تو که تخیل قوی داری. اگه الان پیشش بودی کجا میرفتی؟ هر جا اون میخواست. پس بی سوار شیم. جایی که من بلدم یک کمی دوره. کجا هست؟ یه جایی گرم که غذای خوب داره. غذا چطور بود؟ خوب، همه چی خوبه. کاش بهتر بود. تو از چیزی ناراحتی؟ تو چطور؟ جواب من بده. نمیدونم، به خودم میگم کاش همه چی بهتر بود. راستش هیچ وقت موقعیتی که الان هستم نبودم. نمیدونم چیکار باید کرد تا مشکلی پیش نیاد. داشتم فکر میکردم کاش فیلمه بهتر بود، کاش جای بهتری بود که آدم ببینه. منم هیچ وقت فکر نمیکردم به همچین وضعی برسم. آدم نمیتونه درست تصمیم بگیره. از یه طرف میگم منتظر موندن اشتباهه، اما بازم دلم میخواد شب بشه. و تو اگه کسی رو دوست داشته باشی اینقدر منتظرش میذاری؟ نه، یه کاری میکردم که انتظار یادش بره. نه، اصلا بد نمیاد کسی رو منتظر بذاری. هر کسی راز خودشو داره. هیچ وقت فکر کردی دارم به دروغ میگم؟ نه. هیچ وقت من با زن دیگه یه عوضی نگرفتی؟ نه، فقط گاهی فکر کردم شاید خودت از رازت مهمتری. شاید راز اون پشیمونی باشه. بقیل اونقدر وقت داشته که پشیمون باشه. فقط بحث این آدم نیست، فکر میکنم همه آدم ها همینجور باشن. حتی بهترین آدم ها هم مثل یه راز از آدم دورن. میدونی همه فکر میکنن اگه حس واقعیشون رو نشون بدن همه چی به هم میریزه. هیچ کس حرف دلش رو راحت نمیزنه. خب اگه نمیخواد میتونه شب اول، همون لحظه اول بیاد و بگه. فکر نمی‌کنی آدم واسه مخفی کردن احساسشون دلیل دارن؟ دلیلشون از هم دورشون میکنه. چه دلیلی از عشق مهمتره؟ اینو گوش کن. وقتی حواست نیست زیباترینی، وقتی حواست هست فقط زیبایی. حالا حواست هست؟ باورت میشه یه همچین آدمی؟ شعر مال خودشه؟ آره، چطور مگه؟ میگم بیوفاییش به صداقتش در. چند تا هوادار مثل تو داشته باشه دیگه اصلا نمیاد. یه شعر گوش میکنیم؟ آره. با 100,000 مردم تنهایی، 200,000 مردم تنهایی. این شعر نوع دیگه نه؟ نه خیلی نو، مال 1000 سال پیشه. شوخی میکنی؟ به نظر خیلی تازه میاد. شعر کهنه اونو نداره، یا خوبه یا بد. این ماجرا که تموم شه اولین کارم اینه که برم سراغ ادبیات. میخوام از اول شروع کنم. کمکم میکنی؟ شرطش اینه که اول کار حوصلت سر نره. یاد گرفتنم مثل هر کار دیگه ای صبر و حوصله لازم داره. دیرت نشه.
دیر نشده دیگه نمیاد. صبر کن. مگه دوستش نداری؟ نمیدونم، فکر میکنم درست نشناختمش یا اون منو درست نشناخته. وگرنه الان باید جایی بود که تو هستی. وقتی نیست یعنی یه جای کار اشتباهه. تو به خاطر خودت میای اینجا، نه به خاطر اون. نه، به خاطر خودم نیست، به خاطر عشقی که هر دوتون داشتین. حالا فکر میکنی اون نداره. اگه اون الان بیاد دیگه هیچ کاری اشتباه نیست. اینقدر مطمئن حرف میزنی که آدم مجبور میشه اعتماد کنه. نه، مجبور نشو. کاری که دوست داری بکن. الان چی دلت میخواد؟ الان دلم یه شعر میخواد. باشه، یه شعر میخونم. شرطش اینه که شعر بعدی خودت بخونی. قبوله؟ مرگ را پروای آن نیست که به انگیزه ای اندیشد. اینو یکی میگفت که سر پیچ خیابون وایساده بود. زندگی را فرصتی آنقدر نیست که در آینه به قدمت خیش بنگرد یا از لبخنده و عشق یکی را سنجیده گزین کند. اینو یکی میگفت که سر سراحی وایساده بود. عشق را مجالی نیست حتی آنقدر که بگوید برای چه دوستت میدارد. والله اینم یکی دیگه میگفت. سرو لرزونی که راست وسط چهار رای هر ورباد وایساده بود. نریم. نمیمونیم. ساعتو تو هنوز یازده نشده. یه شعر مونده به یازده. پس خودت بخون. به همین زودی قرار ما یادت رفت. فقط به یه شعر. چی؟ بدون عشق؟ نه، فقط یه جوری نگاه نکنه انگار داری غلط همون میگیری. قول میکنم. تو شروع کن، من اصلا بهت نگاه نمیکنم. اما نمیدانی چه شبهایی سحر کردم بی آنکه یک دم مهربان باشند با هم پلکای من در خلوت خواب گوارایی. وانگاه گه شبها که خوابم برد هرگز نشد کایت به سویم حاله ای یا نیم تاجی گل از روشنا گل گشت رویایی. در خوابهای من یه لحظه فکر کردم خودشه. نبود؟ نه، اشتباه گرفتم. طرف یه جوری نگاه میکرد انگار زیاد بدش نیومد. تو حالت خوبه؟ باید بد باشه. نه، تو حالت بد نمیشه چون آدم خودخواهی نیستی. چیزی نمونده بود از شرم خلاص شی. برعکسش نبود. چرا برعکسش باشه؟ نمیشه اون آدم یه خورده شبیه تو بود. عکسش که میگه شبیه خودش باشه بهتره. این که آدم خودشو بزنه به اون را سنت ادبیه؟ نه، سنت ادبی نیست، استعداد خدا دادیه. مزاحم نیستم؟ آدم تو خونه خودش مزاحمه. هرچند من اونقدر اینجا راحتم که فکر میکنم خونه خودم. همه زندگی تو به هم ریختم نه؟ آره. یعنی اینقدر ازم دلخوری؟
نه، هنوز اون مرحله دلخوری نرسیدم. به حال از فردا شب دیگه مزاحم بی مزاحم. یعنی مطمئن میاد؟ اگرم نیاد فرقی نمیکنه. میخوام برگردم همون جایی که بودم. فراموش کردن تو تنهایی راحت داره. حالا چرا باید فراموش کنی؟ اگه اون تونسته فراموش کنه منم میتونم. میبینیم هنوز دوستش داری. از کجا معلوم؟ هنوز میخوای کارایی رو بکنی که اون کرده. میخوای پا به پاش بریم. به هر حال شاید این آدم جدی مغرور همونی نبوده که من فکر میکردم. میدونی شاید من اون اصلا با هم جور نبودیم یا فکر میکردیم که جوریم. دوست داشتنم سخته ها. آره دارم میفهمم. چجوری میفهمی؟ تو که میگی تا حالا کسی رو دوست نداشتی؟ از کجا معلوم؟ پس تو هم راز خودتو داری. آره به نظرم این قضیه مصریه. فرصت گریه کردنم به آدم نمیدی. حیف نیست هنوز یه شب دیگه مونده. واسه دلداری من میگی وگرنه خودت هم میدونی که نمیاد. نه مطمئنم اونه که دوستت داره میبینیش. یه چیزی هست که بعد جوری ذهنمو مشغول کرد. چی باعث میشه کار و زندگی تو به خاطر من تعطیل کنی؟ نه تعطیل نمی کنم فردا درس دارم. تفره نرو. به نظرم داری یه چیزی رو چجوری بگم داری به خاطر من فداکاری میکنی و من بابتش خیلی ممنونم. واقعا بهتر نیست یه کمی از این محبت رو صرف آدمی بکنی که دوستش داری؟ نگران نباش بالاخره اونم میفهمه که من دارم چیکار میکنم. فقط خواستم بدونی من آدم قد نشناسی نیستم. بابت همه زحمت های این مدت ازت معذرت میخوام. واقعا امیدوارم خوشبخت بشی و کسی رو که دوست داری پیدا کنی. فقط مواظب باش کتاباتو به رخش نکشی چون زن تحمل رقیب رو ندارم. من مردم این شهر رو دوست دارم چون یکیشون رو میشناسم. حالا فکر میکردم قصه ها بخشی از روح نویسنده شونن ولی حالا میفهمم که شخصیت ها چطور خواننده و نویسنده شونو هر جا بخوان میبرن. شاید یه شعر دنیای شاعرش هم به اندازه شنوندش عوض کنه. شاید دکورش به هم ریخته. به عقل ناقص من دیگه بهتر از این نرسید. چه عادتی داری که کار خودت کوچیک کنی؟ دیگه بهتر از این؟ شاید چون آدم کوچیکی هم. ببین در موقع فرستنده نام است که شناخته نشده نگیرندش. به عقل من فردا صبح میرم. اگه امشبم میمونم مثل قرار با خودمه. ببینی استاد
زندگی به زور شبیه قصه نمیشه. شاید اگه قصه رو عوض کنی همه چی درست بشه. آدم پرشر و شوری نیست. میشه گفت خیلی هم آرومه. ولی تو آرامشش یه چیزی هست. همیشه فکر میکردم جور دیگه یه اتفاق بیفته. منم آدم آرومی. اما مطمئن بودم که فقط یه دفعه پیش میاد. شاید خیلی آرومتر از حالا. اگه عشق تو وجود این دختر اونقدر هست که بابتش از همه چیش بگذره. هر صدام همچین آدم. شاید تحمولش به این زودی یا اجازه نده که عشق کسی دیگه ای رو قبول کنه. حس میکردم سر حالم همه چی درسته. خیلی چیزا رو باید بدونم. اینقدر به خودم مطمئن بودم که حس میکردم میتونم کوه رو جابجا کنم. همون اعتماد به نفسی که پیدا کردم باز شده فکر کنم میشه بدون اونم زندگی کرد. شایدم تنها تا آخر عمر. اگه دوست داشتن یه آدم غایب بتونه همچین اثری داشته باشه، دوست داشتن کسی که همراه آدمه باید خیلی عمیق‌تر باشه. این درسیه که تو به من دادی. تو چه فکری؟ هیچی. چرا؟ به یه چیزی فکر میکردی؟ دلم میخواد بدونم. داشتم فکر میکردم که عشق تو دست کمی از خیال بافی من نداره. خیلی دلم میخواد بدونم قبل از دیدن اون آدم چی فکر میکردی. درباره چی؟ درباره عشق. تصورت از طرف مقابلت همین بود؟ اصلا همیشه فکر میکردم یه جور دیگه باید اتفاق بیفته، ولی مطمئن بودم فقط یه دفعه پیش میاد. حالا چرا یه دفعه؟ نمیدونم، شاید بعدم بازم پیش بیاد. ولی خب برای اولش اصلا فرق داره. واسه من که اینجوری بود. دیگه چرا بود؟ هنوز یه شب دیگه مونده. نه دیگه، فکر کنم آدم خودشو گول نزنه بهتره. قبل از این هیچ وقت درباره عشق خیال بافی میکردی؟ زیاد، ولی اینا بیشتر مال دوران نوجوانیه. بزرگتر که میشیم همه چیز چجوری بگم بی ربطه. آدم ها منظورشون چیز دیگه ایه، ولی یه حرف دیگه میزنن. منظورم که میفهمی. دارم یه چیزایی میفهمم. بعدشم تنهایی خیلی سخته. به خودت نگاه نکن، کمتر کسی تعمالی شده. اون آدم خب درسته که نیومده، ولی محبتش واقعی بود. میدونست کتاب خیلی دوست دارم، همیشه برام میامورد. میبینی استاد، واقعیت با خیال بافی فرق داره. این درسیه که خودت بهم دادی. چه درسی؟ گفتم که تنهایی سخت. من تو این چهار شب 10 سال بزرگتر شدم. فکر میکنی اگه تنها بودم الان این وضع رو داشتم؟ نه، بهت میگم، تو این فکر بودم که خودم رو بکشم یا داد بزنم که از احساسات من سوء استفاده شده، یا همه مردم یه مش آدم پست و عوضی هم. حتی بدتر از این هم ممکن بود پیش بیاد. اما من شانس آوردم که همراه خوبی داشتم. صاحب اون عکس همیشه برای من محترمه. بذار اصلا نیاد. بذار خودم تنهایی از پس دلم بر بیام. ببینی عشق همیشه یاد گرفت، حتی از آدمی که خودش میگه هیچ‌وقت عاشق نبوده. شاید قبلا یه جور دیگه فکر میکردم، ولی حالا به لطف تو من دیگه اون دختری که شب اول دیدی نیستم. امروز چی کار میکنی؟ میرم خرید. بعد برای مادر بزرگم یه چیزایی بخرم که باور کنه به فکرش بودم. تو با من نمیای؟ نه، یکی دوتا کار دارم که باید بهشون برسم. قرارمون 8 شب همون رستوران دیشب.
چتر داری؟ دارم، ولی فکر کنم چند دقیقه ببندمش. از بارون خوشم میاد. خداحافظ. تنها نشستم و حواسم نیست که دنیا با من است. واسه پول دار شدن بعد روزی رو انتخاب کردی. صورتت چی شده؟ هیچ. بازم چند نفر از کتابای ما خوششون نیومده. مسخره. همینه دیگه. راستش هم که میگی کسی باور نمیکنه. تو راست میگی. واقعیت با خیال بافی فرق داره. دارم خیالاتمو بیرون میریزم تا جاواز تنها واقعیت زندگیم باز بشه. مطمئنی پشیمون نشدی؟ تو مطمئنی چه که آوردی؟ هم من مطمئنم، هم سوال رو چک. حیفت نایمد؟ تو حیفت میاد هر روز چند تا از همینا رو بفروشیم. کتاب خوب باید بره پیش خواهانش. دل خوبم همینجوره، فقط نمیشه فروختش. قرارمون یادتون؟ تو که همه رو فروختی، این یکی رو میخوای چیکار؟ یادگاریه، میخوام امروز یادم بیاد. دلم میخواد یه چیزی بهت بگم. اگه نشنیدی مهم نیست، اگه نفهمیدی مهم نیست. اگه چند روز پیش با این قیافه میدیدمت خیلی دلم میگرفت، ولی حالا میگم شاید با این وضع دوستای بیشتری پیدا کنی. چرا نیومد؟
یعنی ممکنه اصلا نیاد؟ شاید اتفاقی به یه آشنا برخورده باشه، یا اصلا خود اون آدم رو دیده باشه. یعنی ممکنه؟ بخشی اگه دیر کردم، خیابونا خیلی شلوغه. تو چته؟ انتظار انقدر سخته؟ تو این همه وقت چطور طاقت آوردی؟ وسایل تو اتاقه علی. چیه؟ میشه ببینم؟ کتابه. خودت خوندیش؟ نه، خیلی وقت دنبالشم. بالاخره یک کتاب پیدا شد که من خوندم و تو نخوندیش. اینو برات کنار گذاشتم. میاد در لجن. خوب به حرفم گوش کن، شاید بعدا دیگه فرصت گفتنش پیش نیاد. کتابامو فروختم چون فکر کردم برای شروع زندگی باید بهتر از این باشم. میخوام خونه رو تعمیر کنم. شاید خیلی چیزا رو از نو ساختم. کسی که قرار اونجا زندگی کنه باید براش همه چی فراهم باشه. مطمئنی کسی رو که دوست داری پیدا کردی؟ آره، تو تنها کسی هستی که تا حالا دوست داشتم. مطمئنی از سر ترحم حرف نمیزنی؟
من خیلی به این موضوع فکر کردم. وقتی اون شب اول به من گفتی نمیخوای عشق کسی قبول کنی، هیچ وقت فکر نمیکردم بتونم دوستت داشته باشم. اما هر روز که گذشت اعتمادم بیشتر شد. حالا به هرچی که میزنم مطمئنم. با من ازدواج میکنی؟ من نمیدونم چی بگم. اگه تو بودی چی میگفتی؟ یه شب تو صبح قدم میزدم و بعدش میگفتم آره. من قبلا وضعمو بهت گفتم. هرچند الان دیگه مثل گذشته نیست. میخوام با خودم رو راست باشم. نمیخوام به خاطر انتقام از یه نفر دیگه. منظورمو میفهمی؟ همین که به خودت دروغ نگی کافیه. همینقدر بدون که حس منم کمتر از تو نیست. ببین گفتنش سخته. فقط چند اگه بهم فرصت بدی. رویا توی؟ خواننده عزیز، شبی زیبا بود. از آن شبها که تنها به هنگام جوانی به درک آن تواناییم. آسمان بدان سان پاک و پر ستاره بود که انسان با دیدن آن بی اختیار از خود میپرسید چگونه مردمانی چنان بداندیش و هوسکیش در زیر چنین آسمانی به زندگانی سرگرمند. از من دلخوری؟
آدم هیچ وقت از کسی دوست داره دلخور نمیشه. آره دلخور نمیشه، اگه خطایی دید خیلی زود میبخشه. من خطایی ندیدم که ببخشم. خیلی دنبالت گشتم تا پیدات کردم. چرا؟ باید میدیدمت. اگه تو نبودی من این همه منتظرش نمیموندم. من الان پیش کسی هم که دوستش دارم. این دوست داشتنم مدیون تو هم. قراره خیلی زود عروسی کنیم، ولی تو این چهار شب به چیزایی رسیدم که با هیچی نمیشه عوضش کرد. فقط نگران بودم به زندگیت لطمه ای نخورم. پس به حرف منم گوش کن. شاید فکر کنی در حق من بدی کردی، ولی اشتباه میکنی. این چهار شب خوشبختی واسه یه عمر بس بود. عشقی رو که تو حس کردی من فهمیدم. سعی میکنم همیشه نگهش دارم. هیچ وقت فراموشت نمیکنم. یه شعر میخونی؟ این دفعه تو میخوای منتظرش بذاری؟ چهار شب منتظرش موندم، پس حق دارم چند دقیقه تلافی کنم. چی دوست داری بشنوی؟ هرچی خودت دوست داری. دل من همی داد گفتی گوایی، که باشد مرا روزی از تو جدایی. ولی هرچه خواهد رسیدن به مردم، بران دل داد هر زمانی گوایی. روز را داشتم چشم از این غم، نبوده است با روز من روشنایی.